ادامه پیشروی نیروهای ارتش روسیه در شرق اوکراین همزمان با شدت گرفتن بمباران مناطق جنوبی این کشور، در حالی که دامنه حملات ارتش ولادیمیر پوتین به شهرهای سیورودونتسک و لیسیچانسک، آخرین سنگر اوکراین در منطقه لوهانسک، هر لحظه گسترده‌تر می‌شود. مقامات این کشور می‌گویند شرایط برای عملیات نظامی نیروهای اوکراینی در دونباس بسیار دشوار شده. همزمان مقامات نظامی شهر میکولایف در جنوب اوکراین از اصابت چندین موشک روسی به این شهر خبر دادند. در مرزهای خرسون هم درگیری‌های شدیدی در جریان است. پیشتر معاون نخست وزیر اوکراین از غیر نظامیان در خرسون خواسته بود این منطقه را ترک کنند. این در حالی است که نیروهای روسیه خروج غیر نظامیان از خرسون به سمت شهرهای تحت کنترل اوکراین را دشوارتر کردند. اما با این حال مقامات نظامی میگویند حدود نیمی از جمعیت این منطقه آنجا را ترک کردند. گزارش‌ها همچنین از استفاده نیروهای روس از پهپادهای انتحاری برای حمله به شمال شرق اوکراین حکایت دارد. شاید هنوز تصویر کاملی از ویرانی به جا مانده از حمله همه جانبه روسیه به اوکراین در دست نباشد. اما حالا شهردار ماریوپول به بخشی از آنچه بر سر این شهر و ساکنانش آمده اشاره کرده. شهر ماریوپول تقریباً به صورت کامل ویران شده. روزها 90% زیرساخت‌های حیاتی شهر را از بین بردند. نیمی از شهر را سوزاندند و چیزی در حدود 1360 ساختمان مسکونی را با خاک یکسان کردند. همزمان تهدید دیگر کشورهای منطقه از سوی مسکو ادامه دارد. پس از آنکه لیتوانی اعلام کرد با اجرای تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه روسیه از انتقال کالاهای تحریمی به منطقه کالینینگراد جلوگیری می‌کند، مسکو به لیتوانی درباره پیامدهای این اقدام هشدار داد. اقدامات متقابل ما اقدامات عملی خواهد بود، نه دیپلماتیک. ما بارها گفته‌ایم که لیتوانی و اتحادیه اروپا باید رویکرد خود را تغییر دهند. در این میان رئیس جمهور اوکراین درباره احتمال پیوستن کشورش به اتحادیه اروپا امیدوارانه تر سخن میگوید. من هر کاری بتونم برای تایید این تصمیم تاریخی در اتحادیه اروپا انجام خواهم داد. این مسئله برای ما بسیار حیاتی است. اتحادیه اروپا هم باید بسته هفتم تحریم ها علیه روسیه را هر چه زودتر تصویب کند. فشار بر روسیه به دلیل جنگ و سیاست های ضد اروپاییش باید همچنان ادامه داشته باشد. تنگتر شدن حلقه محاصره روسها در شرق اوکراین، آن هم در آستانه برگزاری چند نشست سران اتحادیه اروپا، گروه 7 و ناتو، از دید بسیاری حاوی پیامی است از پوتین به غرب. اینکه مسکو می‌خواهد در شرق اوکراین به برتری نظامی دست پیدا کند و در این راه از بجا گذاشتن ویرانی بیشتر ابایی ندارد. آراد نادری، لندن.